دو نفر رو میبینی، بعضی ها رو میبینی اصلا عجیبه در واقع رفتارشون موقعی که همچین مسئله پیش میاد. نمیدونم این میزان از اشتیاق برای خودنمایی، برای اینکه خودشو نشون بده طرف، برای اینکه بره فالوور جذب کنه تو شبکه‌های اجتماعی دیده بشه، واقعا عجیب و مشمئز کننده است. شما تو یه گوشه از شهر یه بیمارستانی هست که اتفاقی افتاده، اونجا داری جلو در بیمارستان مصاحبه میکنی، بعد بودو بودو خودتو میرسونی به یه جای دیگه ای از شهر که یه بیمارستان دیگه است که یه عزیز دیگه اونجا بستریه، اونجا هم مصاحبه میکنی برای اینکه زمان از دست ندی، تو راه تو ماشین لایو میذاری که یه موقع 5 دقیقه رو از دست ندی، یه موقع دو تا فالووری چیزی نپره. و این رونده اصلا رونده اشتباهیه، رونده غلط و دردناکیه. این جزئیات عجیبی که از شرایط خصوصی بیمار منتشر میشه توسط حالا کسی که اونجا پزشک هست، نمیدونم مسئولیت داره نداره، نمیدونم تخصصش اصلا مرتبط هست با این اتفاق، با این بیماری یا نیست. این استرسی که شما به جامعه القا میکنی، به دوستا و آشنایان اون طرف القا میکنی فقط برای اینکه خودتون نشون بدی، صبح داری مصاحبه میکنی از این بیمارستان این ور شهر تو ترافیک بودو بودو که یه موقع مصاحبه رو تو بیمارستان دیگه از دست ندین، وسط راه هم که لایو اینستاگرام بذاریم که یه موقع این 10 دقیقه رو از دست ندیم. میگم خیلی این رونده برای من عجیبه و این افشای اتفاقات خصوصی بیمار. شما کجای کهکشان میبینی که عکس ریه فیلم از آخرین شرایط بیمار توی نمیدونم وضعیت بعد توی آی سی یو منتشر بشه، بخاطر اینکه حالا یه نفر میخواد خودشو نشون بده، با تمام خبرگزاری ها داره مصاحبه میکنه، هر شبکه تلویزیونی میزنه شما بزنی داره حرف میزنه مصاحبه میکنه. خیلی به جای اینکه آرامش تزریق بشه به جامعه، به خانواده طرف، به دوستان و اطرافیانش، مدام استرس در معرض دید بودن، صحبت کردن، فالوور جذب کردن، به نظرم خیلی خیلی کار اشتباهی. خود وزارت بهداشت بیمارستان باید بگه ما یه بیانیه میدیم نوشتاری رو سایتش، آقا الان شرایط اینجوریه، با توجه به اینکه این عزیزان شرایط اجتماعیشون به نحوی هستش که مردم پیگیر حالشون هستن، ما یه بیانیه هر روز بعد از اون روی سایت میذاریم که الان شرایط این عزیز به این شکل است، تموم شده رفت، که حالا دکتر از این بریم مصاحبه کن اون ور بعدش این جنجال اتفاقات میشه، غیر از این که شما نمک به زخم خانواده طرف بپاشید، دوستاشو اذیت بکنید، مردمو ببرید تو استرس، هیچ چیز دیگه ای نداره. خودتون نشون دادید حالا یه چند سباهی، ولی به نظر من اصلا این رونده روند درستی نیست و جا داره که وزارت بهداشت بیاد یه پیگیری بکنه. اون بیمارستانا میگن آقا بیمار تو بیمارستان ما، مسئولیتش با ما، ما هم بیانیه میدیم که حالش الان اینجوری بوده، فردا بیانیه میدیم که به این شکل. اصلا این دیتیل و جزئیات عکس نمیدونم خیلی عجیبه.